زدن یکی از عرفای اجتماعی است که اکثریت ما و شما برای گرفتن تخفیف و یا کم کردن اصل قیمتی که فروشنده اول میگوید آن را در وقت خریدن کدام شی یا کدام چیزی او را انجام میدیم. چگونه است وضعیت کسب و کار شما و وضعیت خرید و فروش بخش پشخانه است از شما؟ دیگه در ماه مبارک رمضان که اکثر مردم چیزی که ضرورت هسته برای عید ضرورت هسته بیشتر میگیره و کسب ما که هسته خب ضرورت آنچنانی و نیه که دم هید استفاده بشه، ولی مربوط به هوایی که هوا اگه گرمتر بشه، یعنی مثلا دو سه روز پیش هوا گرمتر بود فروشات ما نسبتاً بیتر بود، روزای که هوا سردتر میشه باز فروشات کمتر میشه، یعنی بستگی به هوا داره که اگه هوا گرمتر باشه فروشات خوبه، اگه هوا یختر باشه هوا باز فروشات کمتره. معمولا مشتری هایی که با شما می آیند چیگونه برخورد میکنند با شما و شما چی قیمت هایی برای اینا میگید؟ خب برخورد مردم خوبه، چون ماه مبارک رمضان خیلی چنه هم نمیزنه و ما هم قیمت ها از دیگه وقتا که تخفیف بیشتر برای اینا میدیم، چون وضع اقتصادی مردم خوب نیه، یعنی نظر به دیگه سالا قیمت ها پایین آوردیم، بخصوصا در ماه مبارک رمضان که بیشتر پایین تر آوردیم چون دیگه مصارف ها زیادتره، اقلا بشه که هم چیزی برای ما بشه، کار ما بچله و کسبی ما رونق بگیره و هم برای از اون اقتصادی تمام تر بشه. راجب چنه گفتیم، معمولا قیمت ها شما چگونه برای مشتری میگیم که او باعث این نشه که او از چنه بزنه باشه؟ خب ما که تولید خود ما هست، خود ما تولید میکنیم، یک نخر اونده داریم و نخر پرچون داریم، خود در ماه مبارک رمضان ما این چیز به دسترس این پیشکش برای مشتری خود تخفیف در نظر بگرفتیم که همو چکنه رو به نخر اونده میفروشیم، کسی که میگه یک دونه رو میگیره ما به نخر اونده میدیم و برای دیگه ولایت ها کرایه میکنیم اونا رو هم به نخر اونده، همین تخفیف ما مد نظر بگرفتیم به خاطر ماه مبارک رمضان، فضیلت ماه مبارک رمضان که همین کمک و همکاری از دست ما میه که قیمت ها اونده و پرچون خور یک کردیم. چنه زدن معمولا چنده اینا چنه میزنن و قیمت هایی هست که به شما فایده هم بکنه باز؟ خب چنه زدن که در اصل سنت که میگم پیامبر خدا گفته باید چنه بزنیم تا پیشانی شما عرق کنه، خب معمولا از 200-300 چنه ما داریم نهایتا، پایین تری تا 100 افغانی و بالاتر هم تا 200-300، وقتی میفهمن که ما اونده فروشیم باز وقت چنه نمیزنن. همین بحث چنه زدن و بحث قیمت مکتوب بودن و یا دگر کدام مسئله چقدر تاثیر داره روی اعتماد سازی؟ خب یک معمول شده، حالا میگم که دکاندارا همه جنسار گرون میگم باید چنه بزنی، این معمول شده خصوصا به هرات، به شهر هرات که میگم گرون میگه دکاندارا، خب بعد شاید دکاندارا باشه که شاید گرون هم نگه، ولی حال این رایج شده که باید چنه بزنیم، خب خود تاثیر داره، ولی کسایی هست که میفهمن که مثلا همین جنس بالاتر نگفته یک پنجریپه صدریپه لاقل چنه میزنه و جنس خور میگیره، ولی کسایی که از لحاظ شعور و فهم اینو بالاتر باشه مجرد که میفهمه اینجا مثلا اونده فروشیه باز چنه نمیزنه. یعنی قیمت ها اگر مکتوب باشه باز هم نیاز به چنه هست؟ اگر قیمت ها مکتوب باشه خب نیاز به چنه نیه، چون ما و شما در جامعه که زندگی میکنیم به حساب از لحاظ سواد کمک ما پایین تریم، نیاز ایر میبینه که باید چنه بزنیم، هرچی هم که میگیم قیمت ها مثلا اونده بعد هم میگه چیزی باید چنه بزنیم، خب دیگه معمولا با این نظر به چی داره، به همون فهم و سواد ما داره، هرچی سواد ما بالاتر بره انشالله این مشکلات حل میشه انشالله. شما در صحبت ها خب گفتیم که چنه زدن سنته، سنت هم طبعا از پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست، وقتی که نام پیامبر خدا رو میشنویم در کسب و کار شما چقدر آرامش برای شما میده؟ خب حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همگی میفهمن که پیامبر ما شمانه و یکی از پیامبرای آخر زمان هسته، انشالله ما خودم که شخصا دست اول کلیب دیکن میندازانیم، اول بسم الله و دوم صلوات میفرستیم، انشالله دیگه همه روز روز پر خیر و پر برکت هسته. در کل در زندگی شما وقتی که نام پیامبر خدا میشنویم چی تحول و یا چی حسه برای شما رخ میده؟ خب پیامبر خدا، پیامبر ما هست صلی الله علیه و سلم، خود یک آرامش برای آدم پیدا میکنه، وقتی سنت ها از اون رو مطالعه میکنیم یا سنت ها از اون رو انجام میدیم یک حس خوبی، یعنی حس انسان بودن برای آدم رخ میده، یعنی که من یک انسان کامل هستم. اگر همین حال زمینه مساعد بشه و شما با پیامبر خدا روبرو بشین چی حرف دارین با پیامبر خدا بگید؟
فقط حرف ما اینه که گله از خود خو میکنم که زحمت هایی که شما برای اسلام کشیدین ولی ما نتونستیم اونا جبران کنیم یا به همون طریق ما پیش ببریم. ما پیش شما خیلی شرمنده. تشکر از شما. ما هم به رسم یاد بود از برنامه تسلیم تلویزیون اصلاح کتاب تحت نام سیرت نبوی تقدیم شد. معمولا وقتی که به بازار میریم چیگونه شما سودا میگیریم؟ معمولا وضعیت بازاری که ما فعلا در او قرار داریم، تمام مسلمان ها در رنجه و مشکلات مردم افزوده روز به روز زیادتر میشه و چیزی نیست که دم بدم کم شده بره. از هر نای و شکر خداوند دیگه چیزی که از طرف خداوند میرسه بره و ما با او رضی و ما سر تقدیر به او تن میدیم و مشکلی نداره. خود شما بیشتر کدام سودا چیزی به فروش میرسانیم یا نه تنها خریدار هستیم به یک جای بریم تنها میخریم چیز؟ دوم خود ما دکاندار هستیم. بله. در قسمت چنه زدن چیگونه؟ وقتی که مشتریان با شما میاین چقدر چنه میزنن؟ خب معمولا هر کس به ما اندازه که توان داره چیز تقاضای کمتر یا بیشتر داره چنه خود میزنه دیگه. یعنی معمولا شما قیمت اصلی میگیم یا نه بیشتر یا کمتر میگیم که اونا باعث ای بشه که اونا چنه بزن؟ قیمت جنسی که داره مختو چنه بزن یا نه زنه دیگه خود ما دور بود میشه، اما فایده اندک بالی میای و بیشتر دیگه چی نداره. یعنی قیمت ها وقتی که مقتو باشه نیاز به چنه نیه؟ نه دیگه، نه دیگه. وقتی که یک برادر یک چیزی به اندازه توان خو به قیمت میگذاره دیگه از بیشتر چنه بزنه فایده نداره، که نزنه فایده نداره. در همین قسمت چنه زدن چقدر نیاز است تا ما یک شرایط کلن بسنجیم و ببینیم که همی جنس یا همی شی نیاز به چنه زدن داره یا نداره؟ این برای خود ما مربوط میشه، به شخص مربوط میشه که او خود از وجدان خود پیش خود قضی کنه و بتونه همون جنس رو به ما اندازه که لازم و ضرور او رو به فروش برسانه که نیاز به چنه زدن نباشه. و اگر ای که خود ما بیان صفی میکنیم یا اگر به دریف یا به صد به قیمت میکنیم و او شخص مجبور میشه که چنه زنه. همین چنه زدن چقدر میتونه روی اعتماد همو فروشنده تأثیر بکنه؟ و اعتماد رو از بین میبره، اکثر جاها اعتماد رو از بین میبره و اکثر جاها به دست میاره. چگونه میتونیم اعتماد سازی کنیم در بین مشتریان خود وقتی که میایم از شما کدام سودا چیزی بگیرن اما اعتماد در دیشته باشن و چنه نازن؟ و در این راستا باید صداقت پیش ببره، در غیر از او امکان نداره که اعتماد بتونه یکس پیش ببره. در کسب و کار خود از پیامبر خدا چی به یاد دارین و همیشه او رو تکرار کنیم باعث این بشه که شما برای شما آرامش بده؟ و از کار الله جل جلاله ذکر کنیم و به پاکی نظافت در کسب و کار و صداقت و امانتداری اینو باید باشه. پیامبر خدا در یک حدیث میفرمایند که تاجر صادق همراه با صدیقین و انبیا و شهدا حشر میشه. وقتی که همین حدیث و یا همین مقوله رو میشنویم چقدر برای شما آرامش میده؟ او قلب انسان رو آرام میکنه، وجود انسان رو آرام میکنه، تمام فکر و ذهن انسان رو آرام میکنه. این حدیثی هست که خود از اینا فرمودن و در هیچ شک و شبهه نیه. چقدر آرزو داریم که پیامبر خدا رو یک بار از نزدیک ببینیم؟ این خواه آرزو هست که چیزی گفته نمیتونم، این کم نیه، آرزو زیاده هست که هر مسلمان داره. اگر همین حال زمینه مساعد بشه و شما با پیامبر خدا روبرو بشین چی حرفی داریم برینا بگیم؟ عذر خیلی دیگه چیزی نیست که نزده الله جل جلاله عذر معصیت رو این بندگان رو بکنه. تا ای که اون روح از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از ما راضی باشه و ما بتونیم از جمله امتیان اون از صلی الله علیه و سلم امتیان صادق اون باشه و واقع در ادعا نباشه، در عمل باید پیاده کنیم. تشکر از شما. خداوند بر شما عمر با برکت نصیب کنه. ما هم به رسم یاد بود از برنامه تسلیم تلویزیون اصلاح کتاب تحت نام زندگانی پیامبر اسلام سیرت نبوی تقدیم شد.
قسمت کسب و کار شما و همچنین خرید و فروشی که شما انجام میدیم در دوکان خود، طبعا فکر کنم تنها شما به فروش میرسانیم، چگونه انصاف مد نظر میگیریم راجع به قیمت ها چگونه هست؟ نسبت به قیمت ها جلوتر از ماه رمضان و خود ماه رمضان همیشه وقت لاف و گزان نباشن، ما خود همیشه وقت مواظب و که چیز گرون داده نشن که هموطنان ما بتونن بخرن، به خاطر از اینکه ضعیفن و از اقتصادی خرابن خیلی سعی تلاش داره که بتونن بخره به نرخ ارزون به اونا عرضه میکنه. معمولا قیمت هایی که شما میگیم قیمت ها مقطوع هست یا نه قیمت بالایی میگین که باعث این بشه که باز مشتری باز چنه بزنه باشه؟ نه، یکی دو دفعه که مثلا ما جنس پایین میگه باز برادری همشورا که چنه میزنه مجبور میشه که یک تریفی بالاتر بگه تا کنا میگه به دل موار نمیشه اگر ما چنه نزنه، به خاطر ما مجبور میشه که یک تریفی بالاتر بگه که خرسندی دل اونا هم بشه چنه بزنن که میگه ما غیر چنه چیز نمیخوریم. معمولا وقتی که چنه میزنن تا به خونه چنده چنه میزنن و همو فایده ای که شما باید مد نظر بگیریم همو میرسه یا نه خیلی پایین تر از اون میشه؟ بعضی بستگی داره، بعضی کسایی چی هم شیرا یا برادرای که چیزا میخرن بعضی خیلی چنه میزنن که تا چیزی که ما خریده زیر فی میگن و بعضی کمتر چنه میزنن باز مثلا 5 فی در فی به خونه فایده میکنن. بله، معمولا چنه زدن روی اعتماد سازی چقدر تاثیر داره؟ روی اعتماد سازی خیلی تاثیر داره که مثلا بعضی هست میگه که ما اعتماد نمی کنیم به چیزایی که شما میفرمایید، شاید جنس خیلی پایین تر ازی باشه که دیگه باز یک مثال هست میگه حساب زر زرگر میفهمه که نرخ خور خبر نداره ما خبر دارم و باز بزنو میگه که نرخ من پیمانه هست بالا نیه و فکر ما خیلی به طرف هموطنان ما هستن که کشور ما کشور جنگ زده است. شخصا خود من که کار با کسای دیگه نداره تکرار میشه لاف گزانه باشه خیلی مواظب هستم که کسی خدای نخواسته جنس به ما گرون داده نشه. خود شما وقتی که به خرید میریم چیگونه چنه میزنیم شما هم؟ من خود وقتی به خرید میرو چنه نمیزنم، به خاطر از اینکه چرا یکی دو دفعه به خاطر که میگه چنه سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که نمو اجرا بشه، نه به خاطر از اینکه دکاندار بالا نمیگه جنسه چون وضعیت خرابه نسبت به خود خود که میبینو جنسه بالا نمیگه چند نمیزنه به اندازه. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم وقتی که نام اینا رو میشنویم چی حرفی به یاد شما میای راجع به کسب و کار شما؟ عدالت، عدالت، کمک کردن به یک ناتوان و به چیزا همیشه وقت هستن و همیشه وقت هم که اسم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میخواد میشنوی از خیلی کسی بدن متکون میخوره حقیقتی به شما باید. وقتی که نام پیامبر اسلام میشنویم جدا از کسب و کار شما چی حسی برای شما رخ میده؟ برمیه که خیلی حس رخ میده، بیشتر چشمانم پر اشک میشه که اسم رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته میشن به خاطر که ما امتی از اونه و نمیتونیم به اندازه که به حد کافی که دین بر ما تحصیل میکنه برسیم، همین بر ما بر شخص خود خیلی جای مشکلات همین است. چقدر آرزو داریم که پیامبر خدا رو یک بار از نزدیک ببینیم؟ او دیگه زبان نمیتونه بیان کنه و قلم نمیتونه بنویسه او به اندازه است. بله، اگر زمینه مساعد بشه و شما با پیامبر خدا روبرو بشین چی حرفی داریم با اونا بگیم؟ چی حرف داریم با پیامبر خدا؟ فقط همین که در میدان محشر از ما گناهکارا شفاعت کنن، مورد شفاعت از قرار بگیرن. تشکر از شما. ما هم به رسم یاد بود از برنامه تسنیم تلویزیون اصلاح کتاب تحت عنوان سیرت نبوی تقدیم به شما. معمولا اجناسی که از شما میبارن چنه هم میزنن یا نه شما قیمت مقطوع میگیم برین؟ با خدا ما کوشش میکنن که قیمت مقطوع بگیم، نمیشه، امکان نداره. حالا یک رایج شده باید چنه ما به این باشه، اقلا ما 2-3% جنس بالاتر قیمت میکنیم چون مشتری ما مجبور میکنه که ما 2-3% برای تخفیف بدیم، به همین خاطر ما مجبوریم یک رایج شده به افغانستان ما مجبوریم که چنه باشه، باید باشه، بی چنه ما جنس اصلا فروخته نمیتونیم. کسب و کار شما میطلبه که اعتماد سازی بین شما و مشتریان شما باشه، چقدر روی اعتماد سازی مشتریان خود شما کار میکنید؟
ما خیلی کوشش میکنیم که مشتری به دکان ما میاد، جنس را پیش ما میبره، میگیم امیر ببر، اگر میل تو نشد بعد از یک روز دوری بیار ما پس قبول میکنه. همین که سیوی ساله ما به شما تسلیم بدیم، گروپ و کابل هر اجناس که اینا پیش ما میبرم تا دوری ما زمانت میکنیم که مطابق میل شما نبود بیاییم ما پول شما را پس میدیم. همیتر بازار خرابه، ما کوشش میکنیم که مشتری برای خود جلب و جذب کنیم بیایه. اونا هم شریامان هم ما این کار نمیکنیم که خدا نخواسته به این صرفی کنیم، 100% کوشش میکنیم که مشتری از ما راضی باشه. باز به این ماه مبارک رمضان خود بیشتر ما کوشش میکنیم. الحمدلله ما مردم افغانستان دینداریم، بخصوص ولایت هرات، کوشش میکنیم که به ماه مبارک صادق باشیم، با ایمان جنس بفروشیم. 2%، 3% یا 5% ما استفاده بری بیشتر نریم. بسیار خوب است. وقتی که نام پیامبر خدا رو میشنویم چی حس برای شما رخ میده؟ ما ایمان داریم به خدا، به دین خدا، به قرآن شریف. ما الحمدلله میفرمانیم نام محمد که ما میشنویم ما به جان ما تق میکشه، زنده بشیم، ما انرژی میگیریم که نام محمد میگیریم. ما اگر همیال زمینه مساعد بشه و شما با پیامبر خدا روبرو بشین، چی حرفی داریم با پیامبر خدا بگیم؟ حرف ما امینه که با مندر خداوند ما میگیم مالک یوم الدین، مالک و زمین و زمان خداونده. ما روزی داریم که با پیغمبر خدا، حتی ما روزی داریم که ما به خواب ببینیم. ما اگر پیغمبر خدا رو به خواب ببینیم با فکر میکنیم که بعد اکبر رفتیم. ما همه قدر ایمان داریم، ما روزی داریم که با پیغمبر خدا ما حتی به خواب ببینیم، ما خیلی خوشحالیم. تشکر از شما. ما هم به رسم یاد بود از برنامه تسنیم تلویزیون اصلاح، کتاب تحت نام سیرت نبوی تقدیم شما. چگونه است وضعیت بازار و وضعیت خرید و فروش اجناس در هرات؟ بستگی به شغل ها داره. شغل ما که هست بزن مای روزه کمتر خرید فروش میشه نسبت به کسب های دیگه، چون کسب ما کار ابزار خرید فروش از اینا کمتر نسبت به خیاطی و بزازی و خوراک اینا کمتر. معمولا چی وقتی بیشتر این فروشات رو شما دارید؟ فروشات ما برجای 8 و 10 12 از ما کار ما زیادتر به زمستونه. بله، وقتی که شما کدام جنس رو میفروشیم از انصاف چقدر استفاده میکنه؟ ما خب پرچونیم، بستگی به تجار ما داره. هرچی اونا جنس رو بالا میبره ما مجبوریم همون 5% 10% خور بخوره. روال بازار ما سویدا میکنه روزمره. امروز به 10 ریپه میخریم 11 میفروشیم، صبح 12 بخریم و 13 میفروشیم. او بستگی به تجار ما داره که باره برای ما چی رقم میفروشیم. معمولا کسانی که میاین از شما چیزی بگیرن چنه میزنن؟ از حساب چنه مار خیلی خسته کنه برای ما، چون قیمت مال اکزنن مردم ما 50 روپه خرید از اون ما 60 روپه بای میکنه، میگن 10 روپه مفاد بگیریم. اونا برای ما میگن میر به 30 روپه بده، یا یک دروغ شاختار هم برای ما میگه که دکون به 30 روپه میده، در حال کمی دکون ها همه را یک جا میگیره به 50-55 همه برای ما تمامشون میگه به 30 روپه دکون دار میده. این گپ از این امور بیشتر رنج از این میده که از این که ناخر بیتر تاره کمی گپ دروغ رو میگه. باز برای ما میگه یک کشور اسلامی ما زندگی میکنه، چرا یه آدم به میسند سال دروغ میگه؟ نه برای ما بیشتر خسته کن میشه. های گپا هست داخل بازار. معمولا کسانی که چنه میزنن تا با چند دیر چنه میزنن؟ یعنی گفتم به برای شما عرض کردم بیشتر از اون خرید، از خرید از اون بیشتر چنه میزنن. گفتم خب مال که ما میخریم به 100 روپی اونا برای ما میگن به 50 روپی برای ما بده، یعنی از چیزی که لازمه بیشتر تر چنه میزنن. چقدر نیاز است تا بین مشتری و خریدار اعتماد سازی بشه و بحث اعتماد خیلی مطرح بشه؟ در کل اگر ما برای شما گفتم در افغانستان اعتمادی وجود نداره، هیچ اعتمادی وجود نداره، چون مردم هر کس سلیقه‌ای برخورد میکنه. بگیرید نگاه، اعتماد چیز خوبه، باید اعتماد باشه. ما خب فیصدی برای شما عرض کردم فیصدی مال میخوره. مردم به یک برخورد دارم که خود از اینا سلیقه از اونها همون روال برخورد میکنن. نه که اعتماد چیز خوبه، بعد هم دگر بند ما شما مسلمان در کشور اسلامی زندگی میکنه بعد به طریق اسلام برخورد کنه. من مردم سلیقه‌ای برخورد میکنن. ما گفته پیغمبر مگر که اصلا دید خودیه، حالا که ما مردم برام
تا اندازه ملامت میکنیم، دکاندار را ملامت میکنیم، دکاندار را به این حالت ملامت میکنیم. بعضی همه گیر ما نمیگیم، بعضی اینا جنس خور وادار میشن، مشتری اونا رو وادار میکنه که جنس رو گران قیمت میکنه، ولی همه گیر حالت نیه، مشتری ها بیشتر از دکاندار بی انصاف. وقتی که نام پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رو میشنویم، چه حسی به شما رخ میده؟ ما فکر میکنم هیچ چیز دیگه به زندگی وجود نداره، همه گه خدای سر جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. چقدر آرزو داریم که ایشان رو یک بار از نزدیک ببینیم. من یک بار اون رو در خواب دیدم، آرزوی من برآورده شده، ولی هر چیزی که دارم از اوناست. برای من دنیا هیچ ارزشی نداره، فکر میکنم امیال من در کنار از اینا استادم، چون یک بار اونا رو در خواب دیدم، آرامش خود گرفتم و به آرزو هستم که اونا رو به سرای روز محشر از نزدیک ببینم انشاءالله. اگر همیال زمینه مساعد بشه و شما با پیامبر خدا روبرو بشین، چی حرف دارین برای اینا بگید؟ حرف بخشش، شفاعت که برای ما قول دادم، ما شفاعت را از اینا میخواییم، همین چیز را از اینا میخواییم. تشکر از شما. ما هم به رسم یاد بود از برنامه تسنیم تلویزیون اصلاح کتاب تحت نام سیرت نبوی صلی الله علیه وسلم تقدیم بشون. اعتمادسازی در معاملات یک اصل مهم و اساسی هست که باید در بین خریدار و مشتری وجود داشته باشد. در برنامه امروزی همین قسم که شما هم دیدیم، اعتمادسازی خیلی مهم بود و همه همشهریان ما به خاطر این میگفتم که متاسفانه اعتماد چندانی ندارن به کسانی که فروشنده هستن، به همین خاطر چنه میزنن و خریدار کسی که میای کدام جنسی میخره مجبور میشه و این که چنه بزنه و فروشنده هم بعضی اوقات میگه مجبور میشم که باید من قیمت بالا بگم تا کسی که میای چنه بزنه و بعضی هم حتی این را ربط میدن به آموزه های دین مقدس اسلام و میگویند که یکی از سنت های پسندیده است. پنج روز بیشتر از فتح مکه نگذشته بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم خالد ابن ولید را در رأس سی اسب سوار از مسلمانان به وسط نخله فرستاد که محل استقرار بت عزا که بزرگترین بت‌ها به نزد قریش بود، قریش به زیارت آن می‌رفتند و با توسل به آن به خدا تقرب می‌جستند و برای آن قربانی می‌کردند، آنگونه که کنانه و مضر همگی به آن تعظیم می‌کردند. دربان و خدمتگزار آن از طایفه بنی شیبان جزء قبیله بنی سلیم از همپیمانان بنی هاشم بود. دبیه بن حرمی سلمی بود. همین که خالد را دید که قصد تخریب و نابود ساختن آن را دارد، گفت ای عزا، اگر خالد را فوراً نکشی من به تو کفر می‌ورزم و مقدست نمی‌دانم. خالد هم گفت ای عزا، من می‌دانم که خداوند متعال تو را خار و پست قرار داده است. آنگاه خالد دربان را کشت و عزا را 5 شب مانده از رمضان سال 8 هجری نابود ساخت. هرچند نابودی عزا به ظاهر امر ساده‌ای به نظر می‌رسد و خطری در آن دیده نمی‌شود، اما با توجه به اینکه عزا بزرگترین بت قریش کنانه و مضر به شمار می‌آمد، از طرفی عزا اولین بتی بود در خارج مکه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دستور انهدام آن را صادر کرد. مسلما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از همه شرایط به احتمال اینکه انهدام آن خطری در بر داشته باشد به خوبی آگاه بود. بنابراین دوراندیشی به حکمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایجاب می‌کرد تا کسی را برای انجام این مأموریت انتخاب کند که از همه فرماندهانش دلیرتر و شجیع‌تر و انعطاف ناپذیرتر در راه خدا باشد. چنین فرماندهی به جز خالد چه کسی است؟